خانواده ای که برای نجات از شیطان توی جنگل پنهان میشن. گلاسیا سلام، امروز بریم با هم دیگه فیلم Never Let Go یا هیچ وقت رها نکن رو ببینیم. یکی از فیلم‌های روانشناختی خوب امساله، بریم با هم ببینیمش. حواسل مسپل و کامل صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم به کلبه وسط جنگل میریم و با زنی به اسم جون همراه دوتا پسرش یعنی ساموئل و نولان به همراه سگشون کدا آشنا میشیم. از حرفای مادر خانواده یا همون جون متوجه میشیم که دنیا به پایان رسیده و این کلبه یه قدرت جادویی داره که همه را از شیطان در پناه نگه میداره. شیطانی که توی جنگل ها ول میچرخه و دنبال روح آدم های پاکه. تنها راهی هم که برای بیرون رفتن از این کلبه هستش اینه که یه تناب به خودشون ببندن که سر دیگش به زیر زمین خونه وصل شده و تا جایی که تناب به کش میاد میتونن توی جنگلا برن. بیشتر از اون خطرناک و ممکنه که شیطان بهشون حمله کنه. یه روز آدیو میبینیم که جون همراه نولان و ساموئل از راه‌های مختلف میرن تا دنبال غذا بگردن چون که هیچی برای خوردن نمونده. نولان به جایی میرسه که یه مار پوست انداخته ولی خود ماره رو پیدا نمیکنه. ساموئل هم یه قورباغه پیدا میکنه که همونجا میخورتش. دوباره نولان میبینیم که داره از درخت میره بالا چون لونه یه پرنده دیده، اما تمام تخمای اون شکسته و هیچی داخلشون نیست. یکی از تخم‌مرغا روی زمین افتاده و هنوز سالمه. برای همینم میرسه اما دیگه تنابش تموم شده و دستش به اون نمیرسه. هرچی تلاش میکنه نمیتونه و یه لحظه به فکرش میزنه که یکم تنابو باز کنه و سری برش داره. اما همین لحظه برادرش ساموئل میاد اینجا میبیندش و باش دعوا میکنه که چرا میخواستی این کار خطرناک رو انجام بدی. نولان هی توضیح میده که من نمیخواستم تنابو باز کنم، میخواستم فقط یه دونه گره‌هاشو شل کنم که دستم به اون برسه. ساموئل هم میگه باید با سودی که داری مامان صدا میکردی چون اون بلده که چجوری تخم مرغ رو برداره. خلاصه بحث بینشون هنوز وجود داره و ساموئل میگه که من از تو باهوشترم، من میدونم چی برام خوبه، تو خیلی داری کارهای احمقانه میکنی. اما نولان میگه اصلا این شیطان شاید الکی باشه، بذار بریم برش دمون حداقل غذا بخوریم. در آخر هم تصمیم میگیرن راهشون رو ادامه بدن و برگردن. نولان یه دفعه میشنوه که ساموئل داره میگه اون منو بیشتر از تو دوست داره. نولان عصبانی میشه و داد میزنه حرفت یعنی چی، و ساموئل هم میگه به خودم اصلا هیچی نگفتم. اما اینقدر رفته رو مخ نولان که پاش رو تناب ساموئل میذاره و یه دفعه اون پاش لیز میخوره و میفته پایین، پاش آسیب میبینه و تناب مد دور گردنش باز میشه. نولان کالا وحشت زده از سری با سوتش مادر رو صدا میکنه و اونم به طرفشون میدوه. خود نولان هم شروع میکنه باز کردن تنابش بلکه برید کمک برادرش کنه. مادرم رسیده اما تنابش کوتاه و نمیتونه بیاد کمک بچه ها. برای همینم تصمیم میگیره اونو بازش کنه و همین لحظه میبینیم که یه پیرزنی یه رفیق بلند میشه و انگاری میخواد طرفشون بیاد. مادر میرسه ساموئل و نولان داره تنابو دورشون میبنده که یه لحظه همون پیرزن پشت سر میرسه. متوجه میشه که مادر خیلی وحشت زده است، اونو دیده، اما پسرا هنوز متوجهش نشدن. وقتی تناب بسته میشه با سرعت به سمت خونه برمیگردن. وقتی که میرسن مادر سری ساموئل و نولان رو میندازه روی زمین و داد میزنه که دعا بخونید. میخواد مطمئن شه که شیطان به اونها دست نزده. وقتی دعاشون رو میخونن خیالش راحت میشه و حالا پای ساموئل رو میبنده و همچنان پسرها سوال میکنن که چی توی جنگل دیدی که ما ندیدیم، اما مادر جوابی نمیده. بعد اصرار زیاد بچه‌ها جون توضیح میده که من اونجا یه دفعه مادر خودم رو دیدم. شیطان همیشه این کارو میکنه، توی جنگل کسایی که دوستشون داشتید و بهتون نشون میده تا اینطوری بهتون آسیب برسونه. موقع شام رسیده، غذای خوبی ندارن و مادر برای همه مارمولک سرخ کرده. در حالی که دارن غذا میخورن بچه‌ها دوباره میپرسن تو دیگه کی شیطان رو دیدی، و مادر توضیح میده که چند وقت پیش یه بار یه دختری رو جلوی در خونه دیدم. اون انگار هی کمک میخواست ولی من میدونستم که نقشه شیطانه چون تنابم به اون دیگه نمیرسیدش. هر روز به همونجا میرفتم و میدیدم که دختر چقدر ضعیف تر شده، اما بازم به عذاب وجدان خودم غلبه کردم و نداشتم که شیطان منو گولم بزنه. روز بعدی با یه مراسم دیگه هم توی خونه آشنا میشیم. مادر یه محفظه زیر خونه ساخته که پسرها رو دونه دونه اون تو زندانی میکنه و بهشون میگه که باید به تخیلاتتون اجازه بدید که رها بشن. اینطوری میتونید به روحتون اجازه آزادی بدید و از شیطان جلوگیری کنید. اولم نولانه که میره توی همین محفظه و بعد از یک ساعت مادر در باز میکنه و میگه چی دیدی؟ اونم میگه دیدم کل خونمون توی تاریکی فرو رفت و شیطان انگار داشت میومدش اینجا. من روی عشقی که به تو دارم تمرکز کردم و بهت گفتم چقدر دوستت دارم و همین منو از اون تاریکی نجاتم داد. آخر شب پسرا دارن با هم صحبت میکنن و نولان میگه تو موقعی توی جنگل گیر افتادیم همون چیزی که مامان گفت دیدی یا نه؟ که ساموئل هم میگه نه. نولان میگه که به نظر فقط اونا رو مامان میبینه، اصلا وجود ندارن. اما ساموئل میگه که مامان میبینتشون به خاطر اینکه قبلا با شیطان روبرو شده. پدر و مادر خودش حتی بابای ما با شیطان در ارتباط بودن و برای همینم هم مادر مجبور شده باهاشون بجنگه. حالا نولان میگه اگه یه روز شیطان به بدن ما هم بیادش اون موقع به نظرت مامان جون ما رو هم میگیره؟ که ساموئل هم میگه به این چیزا نباید اصلا فکر کنیم، مامان میخواد ازم مراقبت بکنه و همیشه حواسش مهمون هست. این در حالیه که جون بیرون خونه است که صدای مردی رو میشنوه و میره روی بالکن.
کن. اینجا همسر خودش رو میبینه. همسرش بهش میگه چرا به پسرات حقیقتو نمیگی؟ نمیگی چه اتفاقاتی افتاده بوده؟ دیریازو تو هم اونا رو ول میکنی و شیطان تو رو علیهشون میکنه. چند روزی گذشته نولان داره کمک مادرش میکنه که ازش میپرسه آدمای دیگه هم مثل ما زنده موندن و خونه های امریکایی هم هست یا نه. مادرم میگه نه، فقط ما سه تا موندیم و اینجا هم امن‌ترین جا برامونه. چند هفته دیگه هم میگذره و اوضاع از قبل بدتر میشه. زمستون رسیده و دیگه حیوانی برای شکار اصلا وجود نداره و همشون انگاری از اینجا رفتن. گرسنگی طاقت فرساست و تنها چیزی که باعث دلگرمی بچه‌ها میشه اینه که هر ماه مادر بهشون یه روز اجازه میده که موسیقی گوش کنن. یه صفحه گرامافون دارن که پخشش میکنن و با هم میرقصن و حتی مادرم مجبور میکنن کنارشون یکم خوشحال بشه. روز بعدی مادر هر سه تا تنها با پشت هم دیگه میبنده و اینطوری میره که بیشتر بتونه از خونه فاصله بگیره و دنبال غذایی که یه رفته با صحنه وحشتناکی روبرو میشه. کلاغی داره به بدن پوسیده پسر خودش نوک میزنه. وحشت زده میشه اما به خودش میگه این فقط نقشه شیطان و بار بعدی که نگاهش میکنه دیگه اونجا نیستش. بازم غذایی پیدا نمیشه و این بار شروع به کندن قسمتای از تنه درخت میکنه و میاد خونه اونو سرخ میکنه و به عنوان شام میخورن. حالا ببینیم که ستایشون رفتن تا بازم همین تنهای درخت جمع بکنن که یه رفعه نولان خودش رو تنها میبینه. کسی دیگه اون طرف صداش میکنه و خیلی وحشت زده است ولی یه رفعه تنابش کشیده میشه. داره فریاد میزنه که از خواب میپره و میفهمه اینا کابوس بودن و شب و حالا بدون تناب اومده توی حیاط خونه وایساده. خیلی میترسه و صداهای از جنگل میاد که مطمئنه شیطان داره بهش نزدیک میشه که همین لحظه مادر سر میرسه، اونو بغلش میکنه و سری میرن داخل خونه. مادر دوباره پسر میندازه روی زمین و مجبورش میکنه دعا بخونه. بعدم اونو میندازه تو همون محفظه زیر زمین و میگه اینجا باید بمونی تا مطمئن شم شیطان بهت دست نزده. شب بعدی میرسه و نولان و ساموئل باز کنار همن. نولان به ساموئل میگه باید خودمون دوتایی بریم بیرون و از شیطان فرار کنیم و بتونیم غذا بیاریم، چون این گشنگی داره هممون رو دیوونه میکنه. اما ساموئل میگه آروم حرف بزن چون مامان حرفامون رو میشنوه و خیلی ناراحت میشه و همین لحظه هم میبینیم که مادر واقعا داره صداشون رو میشنوه. نولان در ادامه حرفاش میگه من تا حالا چند بار بدون تناب بیرون بودم و اصلا بهش نیازی نداریم. اما ساموئل میگه مادر بیشتر صلاح ما رو میدونه. نولان هم میگه من دیگه به این قضیه مطمئن نیستم و فکر میکنم همه حرفاش الکیه. روز بعدی که میرسه دارن با هم دیگه صحبت میکنن که مادر حرف وحشتناکی میزنه. میگه ما هرچی میگریم غذا پیدا نمیشه و الان تنها یه راه برامون مونده، اینکه سگمون رو به عنوان غذا استفاده کنیم چون میتونه چند ماه بهمون گوش بده. نولان یه دفعه خیلی عصبانی میشه و فریاد میزنه شیطان واقعی توی کاتو میتونه به همین چیزی فکر بکنی. بعدم میده تو اتاق دیگه و سگشون رو در آغوش میگیره. اما مادر تصمیمش رو گرفته و میاد سگو برمی‌داره و میره داخل انباری تا بتونه جونش رو بگیره. خودش هم این قضیه خیلی ناراحته اما در آخر تیکمونش رو میکشه که یه دفعه نولان سر میرسه. رو به مادر میگه که شیطان واقعی فقط توی ذهن تو داره زندگی میکنه، تویی که داری این حرفا رو میزنی. و با چاقویی که دستشه تناب مادر رو میبره و در انباری رو روش میبنده. مادر وحشت زده است به در میکوبه و میگه بازش کن، اما نولان این کارو انجام نمیده که یه دفعه ساموئل سر میرسه و با برادرش درگیر میشه. این در حالیه که جون هم دنبال یه راهی تا بتونه از این انباری خارج شه اما موفق نمیشه. در همین حال به پسرا میگه من حقیقتو کامل بهتون نگفته بودم، این من بودم که باعث شدم این شیطان با همون توی جنگل بیاد، ولی بهتون قول میدم واقعی و الان تو خطرید، پس بذارید بیام بیرون. اما بازم نولان و ساموئل با هم درگیرن و گوش نمیدن. جون یه دفعه مادر شیطانی خودش رو پشت سرش میبینه. مادر بهش میگه تو خیلی آدم بدی هستی، تو خیلی بچه بدی و وقتش که بیای شبیه من بشی. اما جون نمیخواد این کارو انجام بده. میگه من هیچ وقت نمیخوام یکی شبیه تو بشم. تیکه ای از شیشه شکسته رو زمین رو برمیداره و جون خودش رو میگیره. ساموئل و نولان بالاخره درو باز میکنن و میفهمن چی شده که خیلی میترسن. نولان بالاخره تناب رو دور کمر خودش میبنده و حالا انگاری وجود شیطان بهش اثبات شده. چند روز بعدی که میگذره میبینیم ساموئل همش داره افسرده تر میشه چون دیگه مادرشون نیست، ولی نولان سعی میکنه براش غذا بیاره، سعی میکنه به خونه برسه و از پس این قضیه بر بیاد. اما بالاخره یه جا غذاشون به پایان میرسه. نولان تناب به خودش میبنده و میره بیرون تا دنبال غذا بگره ولی چیزی پیدا نمیکنه. جایی که تنابش به پایان میرسه شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از کسی که زنده مونده باشه میکنه. کسی جواب نمیده و اما وقتی به خونه برمیگرده مردی با کوله پشتی سر میرسه و میگه من صدای درخواست کمکت رو شنیده بودم. ساموئل متوجه قضیه شده، تیرکمون رو برمیداره و میاد بیرون و به این مرد میگه که برو گم شو. هرچی نولان میگه ولش کن اون گوش نمیده و در آخر تیری به کمر این مرد شلیک میکنه. نولان میگه دو طرف این مرد یه گوشه پناه گرفته و متوجه میشه داره با تلفن به پلیس زنگ میزنه. البته تا حالا تلفن ندیده و نمیدونه جریان چیه، اما فقط تصمیم میگیره که کوله پشتی این مرد رو برداره و برمیگرده داخل خونه. ساموئل از اینکه نولان رفت طرف مرد عصبانیه، ولی وقتی میبینه توی کیفش کلی غذا
و کنسرو و اینجور چیزاست خوشحال میشن و چند روزی رو میتونن راحت بگذرونن. همین شب سموئل یه دفعه صدای مادرش رو بیرون میشنوه. همین که میره بیرون دختری سر میرسه که میگه بابای منو ندیدید؟ دختر همون مردیه که با تیرکمه به کمرش زده بودن. سموئل هم سری جمعش میکنه و میگه نه ندیدم، اما دختر متوجه میشه و میگه چراغوی که دست بر بابای من بوده. سموئل میخواد حرف بزنه که دختر یه دفعه به سر جنگل فرار میکنه. حالا سموئل تناب دور خودشون بند و دنبال دختر راه میفته، ولی یه جایی تنابش به پایان میرسه. یه لحظه تناب باز میکنه تا دختر رو پیدا بکنه و همین لحظه میبینه که اون از درخت میره بالا و یه دفعه تعداد دست و پاهاش بیشتر میشن و به یه موجود شیطانی تبدیل میشه. در آخر طرف سموئل حمله میکنه و اونو میندازه زمین و همین موجود شبیه انگل وارد بدن سموئل میشه که انگاری همون شیطانه. وقتی سموئل به خونه برمیگره حالا خودش هم تسخیر شده، میره سمت نولان و کتکش میزنه و پرتش میکنه توی اتاقی و حالا کل خونه رو با آتیش میکشه و از اینجا میره بیرون. نولان از اتاقی که توش گیری کرده بیرون میادش و یه لحظه مادر خودش رو میبینه، البته شیطانی که خودش رو به اون شکل در آورده. خودش می دو طرف همون محفظه که زیر زمین ساخته بودن و شیطان اومده بالا که نولان برای نجات برادر خودش اونو با خودش داخل همین محفظه میکشه و بغلش میکنه. در همین حال بهش میگه مامان من دوستت دارم، میدونم دوستم داری و میبخشمت. در همین لحظه میبینیم که حالت بدن این زن داره عوض میشه، به حالت شیطانی خودش برمیاره. در همون حال که نولان در آغوش گرفتتش یه رفعه خاکستر میشه. ساعتی بعد مامورهای آتش نشانی به همین جا اومدن، خونه رو خاموش کردن و موفق میشن که نولان زنده رو همون محفظه بیرون بکشن. سکانس آخر فیلم میبینیم که هم نولان هم سموئل توی هلیکوپتری هستن که دارن اینجا خارج میشن. نولان میگه بالاخره آزاد شدیم و سموئل که تسخیر شده بود زیر لب میگه اون منو بیشتر از تو دوست داره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. Never Let Go یه داستان خیلی قشنگ و پرمحتوا از مشکلات درونی آدم‌ها و تروماهاشونه که به نسل بعدی انتقالش میدن. چیزی که دیدیم مادر خانواده یعنی جون از طرف مادر و پدر خودش یا حتی یه مقدارش از همسر خودش گرفته بوده. اونا انقدر اذیتش کرده بودن که میگه جایی رسته یه جون اونا رو گرفته و با پسراش به جنگل فرار کرده. همون حرفایی که مادرشون هر از گاهی پیداش میشه و به جون میزنه به ما میفهمونه که چقدر آدم عوضی بوده، چقدر این زن رو تحقیرش میکرده و مدام بهش سرکوف میزنه. همه اینا باعث شدن که خیلی به این دختر تراما دست بده و هیچ وقت نتونه اونا رو رها بکنه. برای همینم به پسرای خودش یاد میده هر بار میخواید از این کلبه خارج شید باید یه تناب به خودتون ببندید. تنابی که نمادی از وابستگیه، یعنی شما فقط وقتی که من مراقب شما باشم، وقتی یه چیزیتون به من وصل باشه در امانی، چون من صلاح شما رو میدونم. انگاری دقیقاً بدون اینکه خودش متوجه شده باشه داره همون مشکلات روانی خودش رو به بچه‌ها انتقال میده. چیزی که از این پسر داره آدم سرکوب شده، حرف گوش کن و خیلی ترسو بار میاره. مورد دیگه که متوجه میشیم اینه که پدر و مادرشون خیلی مذهبی بودن و این محدودیت‌های بیش از حد که هی بهش میگفتن دعا کن، هی بهش میگفتن شیطان داره واردت میشه و اینا، باعث شده که به همچین جایی برسه. به هر حال با همه این اتفاق‌ها یه جایی هست که نولان و سموئل دیگه تصمیم میگیرن همه چی رو تموم بکنن، بخاطر اینکه میخوان به این چرخه پایان بدن. البته که سموئل بازم میترسه و این نولانه که بالاخره چرخه این انتقال ترامای نسل به نسل رو نابودش میکنه. اتفاق دیگه که میفته دیدن اون مرد توی جنگل با دخترشه که خب اولی آدم عادیان، ولی وقتی که این پسرها تنابشون رو از دست میدن اونو به شکلی موجود شیطانی میبینن. اینم یه تایید دیگه بر همین قضیه است که وقتی تنابه رو رها میکنن تازه این دنیای شیطانی رو میتونن به چشم ببیننش، به خاطر چیزهایی که مادرشون بهشون یاد داده. ولی به هر حال میرسیم به آخر فیلم و نولانی که این چرخه تراما رو از بین برده توی زیر زمین پناه میگیره، یه حالت شیطانی هم مادر خودش رو میبینه، اونو در آغوش میگیره و میگه دوستت دارم و میبخشمت. انگار این بخشیدن باعث میشه که نجات پیدا کنه و آخر از اونجا زنده بیرون میارنش. از اون طرف سموئل هم زنده است، ولی خب میبینیم که توی هلیکوپتر داره میگه اون منو بیشتر دوست داشت، همچنان داره حرفای شیطانی میزنه و مشخص هنوز انگاری تسخیر شده است. سکانسی که ما میفهمونه سموئل هیچ وقت نتونسته این چرخه تراما رو از بین ببره و همچنان داره اون بار روانی رو به دوش میکشه و قطعا در آینده هم به افراد دیگه میتونه انتقالش بده. در آخر اینو بگم که فیلم Never Let Go میخواد مرزهای بین واقعیت و توهم رو از بین ببره و یه تجربه جدید به شما بده که ازش هم خوب برمیاد. برای همین به نظرم تجربهش کنید، خیلی خفنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.